سلام به هموطنان عزیزم. در برنامه هفته قبل گفتیم که چه دسته از بیماران مبتلا به کووید 19 را میتونیم در خانه تحت رسیدگی و درمان قرار بدیم و نیازی به بیمارستان ندارن. در این برنامه راجع به بیماران مبتلا به کرونا که لازمه به بیمارستان اعزام بشن صحبت میکنیم. این دسته شامل بیمارانی که علائم مغزی شدید دارن، مانند سکته مغزی، تشنج، بیهوشی یا حالت اغما. در سکته مغزی بیمار ممکنه که یک طرف بدنش حالت فلج یا نیمه فلج پیدا کنه یا حس یک طرف رو از دست بده. همچنین علائم دیگه شامل فراموشی کامل که بعد از چند ساعت برطرف نشه، بیمارانی که سردردهای شدید دارن که قبلا نداشتن و با مسکن هم بهتر نمیشن، هر بیماری که حال عمومیش بده و دچار گیجی و منگی زیاده و سرگیجه هم داره که قبلا نداشته، همچنین بیماری که حالش بد و بیقراری شدید داشته باشه. منظورم از بیقراری اضطراب ناشی از کرونا که همه بیماران به نوعی دارن نیست. دیگه بیمارانی که چندین روز تب بالا دارن و پایین نمیاد، مخصوصا اگه حال عمومیشون هم بد باشه. بیماران گوارشی، مخصوصا اسهال شدید که آب بدنشون کم شده و نیاز به سرم دارن و یا خونریزی گوارشی. همچنین بیمارانی که علائم شدید تنفسی دارن و قطع نمیشه، مثل مشکل در نفس کشیدن، درد مداوم در قفسه سینه، تنگی نفس شدید یا متوسط که ادامه داره، کبود شدن لبها یا صورت و سرفه های شدید که خوب نمیشه، مخصوصا اگه همراه با حال عمومی بد باشه. همچنین در بیماران تنفسی اگه بیمار احساس کنه که یه وزنه سنگینی روی سینش هست، دیگه بیماری که با سایر علائم کرونا که داره اینقدر دچار ضعف و بیحالی هست که نمیتونه حرف بزنه یا از رخت خواب بلند شه و راه بره و در راه رفتن نیاز به نفر کمکی داره. کلن بیمارانی که شمردم اگه از قبل این بیماری ها هم که الان میگم رو دارن، اعزام به بیمارستان ها در اونها ضریب میخوره و هرچه سریعتر باید انجام بشه. این بیماران شامل فشار خون بالا، دیابت، بیماری ریه یا قلب یا نارسایی کلیه، همچنین خانم های باردار، افراد 60 سال به بالا، بیماران با شرایط کاهش ایمنی بدن مثل بیماران سرطانی و بیمارانی که تحت شیمی درمانی هستند. کلن به صورت یک قانون، اگه دیدین وضعیت بیمار شما داره بدتر میشه و علائمی که داره شدت گرفت و یا اگه این علائم را خطرناک احساس کردین، باید به بیمارستان مراجعه کنین. هر جا هم شک دارین حتما با پزشک یا مرکز درمانی تماس بگیرین و در مورد اعزام به بیمارستان از اونها مشورت بگیرین. یک نکته هم بگم، در این بیماران مزیت بیمارستان برای اونها این هست که در بیمارستان داروهای تزریقی ویژه تزریق میکنن که عموماً در خانه نمیشه مصرف کرد، مثل داروهای ضد انعقاد مانند هپارین برای مقابله با ایجاد لخته، آمپول دگزمتازون و سایر داروهای ضد التهاب ریه در بیماران ریوی شدید، دادن اکسیژن که اینها همه کمک زیادی به بیمار میکنه و اگه هم لازم باشه داروهای ضد ویروس و یا بردن بیمار به بخش ICU. البته در همه این بیماران که اسم بردم، درست این هست که وقتی بیمار به بیمارستان میره همه داروهایی که برای بیماری‌های دیگه از قبل مصرف می‌کرده و یا حالا داره مصرف می‌کنه همراه خودش ببره و به دکتر نشون بده. به هر حال امیدوارم با رعایت‌هایی که به طور جدی انجام میدین همیشه سالم و تندرست باشین و در چنین وضعیت‌هایی قرار نگیرید. به امید پیروزی و بهروزی، خدا نگهدار.